اینا آخریش. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به آخرین زوم نیوز سال 1399. سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت، بادتن در شهریاری برقرار و بردوام. سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام. پیشا پیش نوروز سال 1400 خورشیدی، سال 2580 شاهنشاهی، سال 3759 زرتشتی و سال 14100 اهورایی فرخنده باد. وزیر بهداشت قبرس جنوبی با ابراز نگرانی شدید از جهش انگلیسی کرونا گفت بر اساس آخرین گزارش ها جهش انگلیسی در تمامی 45 نمونه گرفته شده وجود داشته. ایشون در بیانیه خودش از شهروندان درخواست کرده تا برای جلوگیری از بدترین اتفاقات مجدداً در زمینه اقدامات مقابله با اپیدمی همکاری کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور امریکا که در یک مصاحبه تلویزیونی اون رو آدم کش خونده بود واکنش نشون داده. آقای پوتین در مصاحبه با تلویزیون روسیه گفت هر کسی حرف بدی بزنه به خودش برمیگرده و آقای بایدن رو برای یک گفتگوی زنده تلویزیونی به چالش طلبیده. سازمان بهداشت جهانی بار دیگه از کشورهای جهان خواست تا استفاده از واکسن آسترازنکا رو از سر بگیرن و اعلام کرد که فایده های این واکسن بیشتر از خطرات احتمالی اونه. نهاد دارویی اتحادیه اروپا هم به دنبال مطالعه در مورد واکسن کرونا یا آسترازنکا به این نتیجه رسیده که این واکسن ایمن و مؤثره. سازمان هواپیمایی کشور ایران در گزارش نهایی بررسی سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین تقصیر رو بر گردن اپراتور دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران انداخته و گفته که ایشون به اشتباه این هواپیما رو با 176 سرنشین سرنگون کرده. در این گزارش اومده که اپراتور این هواپیما رو با شیء پرنده مهاجم اشتباه گرفته و دو موشک به سوی اون شلیک کرده و بازماندگان قربانیان این روایت رو قبول ندارن. نتیجه آزمایش یک نگهبان شاغل در زندان مرکزی لفکوشا مثبت اعلام شده. فرد مورد نظر در بخش تعمیر و نگهداری مشغول به کار هست. این در حالیه که فرد دیگری هم ظهر امروز در زندان لفکوشا نتیجه آزمایش تست کروناش مثبت شد. و اما آمار کرونا در ایران، مبتلایان جدید 7620 نفر و قربانیان جدید این بیماری در 24 ساعت گذشته 68 نفر اعلام شدند. و حرف آخر این که بیاین توی سال جدید دیگه ملت خوبی باشیم و اینقدر دولت مردامون رو ناراحت نکنیم. اونا خیلی نگرانمان ولی ما قدرشون رو نمیدونیم. گناه دارن طفلیا، انقدر تحت فشارن که دیگه حتی نمیتونن برای خودشون شورت بخرن. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. امسال هم لحظه سال نو خیلی ها با ما نیستن، از استاد شجریان تا استاد کشاورز، چنگیز جلیلوند، بهمن مفید، رامش، وحدت، سیروس گرجستانی، میناوند، مرجان، گلنوش خالقی، علی انصاریان، نجف دریابندری و خیلی از بزرگان ایران بزرگمون. جاشون توی قلبمون خالیه. سال نو حسابی بهتون خوش بگذره. از طرف خودم و همه بر و بچه های رادیو قبرس براتون بهترین آرزوها رو داریم و امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. تا دیداری دوباره به خدای بزرگ می‌سپارمتون. دلتون شاد، لبتون خندون.